نشدن، یعنی میدونی هنوز مثلا سن اومده رشد کرده، عدد سنه زیاد شده، ولی هنوز در دوران کودکستانه، حالا چه پسر چه دختر. شما به ما بیاد ریاضی خارج 98، آفتاب آمد دلیل آفتاب. منتها دیگه وقتی تو چش تو ببندیدن تو واکنی حرف بزنی حواست نباشه اینجوری میشه دیگه. خب حالا بگذاریم. پس معادلات قدر مطلقی دو مدلن، یا قدر این مساوی قدر اونه، قدر این مساوی یه عددیه، یا مدل دوم دو تا قدر مطلقن که با هم جمع میشن یا از هم کم میشن و بعد مساوی یه عددی میشه. سوالی که کنکور ریاضی 98 سوال دادن، دو تا قدر مطلق چه؟ خیلی این درسی که میخوام الان بهتون بدم خیلی مهمه. این درسی که الان میخوام بهتون بدم، زنده باشی، مرسی، قربانت برم دریا جان. این درسی که الان میخوام بهتون بدم خیلی مهمه. دو تا قدر مطلق که با هم دیگه جمع میشن چه اتفاقی میفته؟ اینجا رو نگاه کن. من به شما گفته بودم که یه دونه قدر مطلق دو تا بازه درست میکنه. یعنی مثلا وقتی من میگم آقا قدر مطلق x منهای 1، در واقع دارم محور x ها رو به دو قسمت تقسیم میکنم، بعد از 1، قبل از 1. چرا؟ چون توی x های قبل از 1 قرینش میاد بیرون، یعنی میشه منفی x منهای 1 یا منفی x به اضافه 1. توی x های بعد از 1 یا بزرگتر مساوی 1 خودش میاد بیرون، میشه x منهای 1. بچه ای که اومد گفت به ریاضی اهمیت نمیدی، خیلی بچه خوبی بودا، خیلی هم مؤدبانه اومد گفت، ولی من چون معلمم رسالت دارم باید قوی برخورد کنم با ذهن خانی ها. ببینم کی بود بچه رو. آها، چند بارم نوشته بود، حالا ایشالا که باشه الان حرفای من شنیده باشه. احتمالا آخه اینجور حرف زدن و زری غرم میکنن میرن، ولی حالا ایشالا که باشه و بدونه که من خیرشو میخواستم که اونجوری گفتم. خب پس وقتی من یه ریشه رو دارم، یه ریشه برای من دوتا بازه ایجاد میکنه، بعد از ریشه، قبل از ریشه. سید محمد جان هست. حالا اگر من دوتا قدر مطلق داشته باشم، یعنی به جای قدر مطلق x منهای 1 مثلا، تا بعد قدر مطلق x منهای 1 نمودارش چه شکلیه؟ نمودارش این شکلیه، این صفره. قدر مطلق یه چیزی رو میخوای بکشی، اول خودشو میکشی، زنده باشی علی جان، اول x منهای 1 رو میکشی، هرچی پایینه میاری بالا، بعد قسمت‌های پایینی رو پاک میکنی، میشه قدر مطلق x منهای 1. درسته بچه ها؟ اما اگر شما دو تا ببین، الان تو x های بعد از 1 x منهای 1، قشنگ رنگ خودشم بنویسم، تو x های بعد از 1 ببین x منهای 1، تو x های قبل از 1 منفی x بذار. اما اگر شما دو تا قدر مطلق داشته باشی، قدر مطلق مثلا x چه میدونم به اضافه 2 به اضافه قدر مطلق x منهای 1، خب بازم اون قدر مطلق x منهای 1 دو تا بازه درست میکنه، میگه ریشه این تو 1، میگه بعد از 1 و قبل از 1. منتها قبل از 1 که میاد، چون ایشونم خودش دوتا بازه درست میکنه، قبل از منفی 2 بعد از منفی 2، حالا بعد از منفی 2 وسطشون میفته، یعنی میشه سه تا بازه، یعنی دو تا ریشه سه تا بازه به تو میده. خب حالا این ریشه بزرگتر است، این ریشه کوچیک‌تر است. بعد از ریشه بزرگتره، این تو مثبته، خب این تو هم قطعا مثبته. شما 2 بده 3 بده، این تو مثبته، این تو هم جفتشون خودشون میان بیرون. x به اضافه 2 خودش میاد بیرون، x منهای 1 هم خودش میاد بیرون، میشه 2x به اضافه 1. حالا بعدا بهتون یاد میدم که به این میگن گلدون و شیبش میشه 2، چون جفتشون با هم جمع میشن.
قبل از ریشه کوچیک‌تره، قبل از منفی 2 یه عددی بگو، مثلا منفی 3، منفی 3 بذارم این تو منفی میشه، قرینش میاد بیرون. اون تو هم قطعا منفی میشه، قرینش میاد بیرون. جفتشون قرینه میان بیرون، منفی x منهای 2، منفی x به اضافه 1. پس چون جفتشون قرینه میان بیرون میشه منفی 2x منهای 1. بین دو ریشه یه عدد بده. آقا این منفی 2، این 1 دیگه، یه عدد مثلا 0. از منفی تا مثبت همیشه بهترین عدد 0ه. 0 رو بذار این تو مثبته، خودش میاد بیرون، میشه x به اضافه 2. 0 رو بذار این تو منفیه، قرینش میاد بیرون. پس میشه چند؟